ایلان ماسک هم اعلام کرده مدل گفتاری خودش به نام گروک رو. ببینید یک دستگاه کوچیک اینجوریه که صفحه نمایش این دیگه مثل صفحه نمایش گوشی نیست، مربوط به مسموم کردن داده های آموزش این مدل های هوش مصنوعی آب و هوا رو تا 10 روز آینده به صورت خیلی دقیق تشخیص میده و ظاهراً دقتش بی سابقه است. تو این ویدیو اخبار خیلی جالبی داریم در مورد مدل هوش مصنوعی ایلان ماسک به نام گروک و یه سری اخبار مهم در مورد گوگل، به خصوص گوگل مپس، و یه سری اخبار از شرکت متا، یه سری هم فیچرهای جدید یوتیوب که با استفاده از AI رو معرفی میکنم، یه دیوایس جالبی هم اومده به نام هیومن پین، قبلا توی یکی از ویدیوها معرفیش کرده بودم، الان وارد بازار شده و اینا رو بریم ببینیم با یه سری خبرهای دیگه که لابلای اینا میگم اونا مهم و جالبن. بریم سریع اخبار رو ببینیم. خب قبل اینکه بریم سراغ خبرهای مربوط به گوگل و متا و آمازون و ایلان ماسک و اینا، یه خبر بامزه‌ای به نظر من خودم خیلی ایده توش جالب بود، مربوط به مسموم کردن داده‌های آموزش این مدل‌های هوش مصنوعیه. و ایده پشتش اینه که ببینید الان مدل‌هایی که دارن استفاده میشن مثل چت جی پی تی، مثل مید جرنی، چه حالا مت تولید میکنن چه عکس تولید میکنن، حالا این مقاله تمرکزش عکسه، اینا رو اومدن، شاید شنیده باشید که اومدن روی خیلی تعداد زیادی عکس‌های مختلف آموزش دادن و بین این عکس‌ها عکس‌هایی از هنرمندای زیادی بوده که خب شاید لزوماً اجازه ندادن که عکسشون استفاده بشه برای ترین کردن یا آموزش این مدل‌ها، اما به هر حال استفاده شده و خیلی ناراضی هن از این بابت و این هنرمندها، این ابزار برای این هنرمندها ساخته شده که این الگوریتم در واقع میاد چیکار میکنه، میاد یک تصویر، حالا اون اثر هنری رو میاد یه سری پیکسل هاش رو به صورت هوشمند، البته نه هر پیکسلی، پیکسل های خاصیش رو جوری تغییر میده که اگه این عکس الان، اولا اون تغییر پیکسل ها برای چشم ما خیلی قابل تشخیص نیست ولی برای الگوریتم هوش مصنوعی تأثیر گذاره، اگه این تصویر وارد پروسه ترین کردن و آموزش دادن یک الگوریتم هوش مصنوعی بشه اونو مسموم میکنه، کارکردش رو دچار مشکل میکنه و مختل میکنه و واقعا اصطلاح مسموم کردن داده ها روش گذاشتن که به نظرم خیلی جالبه و اینجا نشون داده که چه تأثیری مثلا میذاره. ببینید ردیف اول خروجی های یک مدل وقتی روی داده های سالم ترین شده، مثلا اگه ازش بخوایم یک سگ تولید کنه این عکس رو تولید میکنه، اما اگه 50 تا داده مسموم واردش بشه برای سگ این عکس رو تولید میکنه، اگه 100 تا داده مسموم بهش داده شده باشه برای سگ این عکس رو تولید میکنه، اگه 300 تا داده مسموم داده شده اصلا عکس گربه تولید میکنه. و خب اینجا برای ماشین هم میتونید ببینید مدل سالم ماشین تولید میکنه اما با داده های مسموم زیاد اصلا عکس گاو تولید کرده. خب این یعنی خیلی کار کرده اون مدل رو به هم میریزه و این واقعا به نظر من خیلی نکته جالبیه و توی یک سری مدل ها مثل جنراتیو ادورسریال اتکس اگه شما شنیده باشید این ایده تو اونام هست، ولی اینو اومدن استفاده کردن برای جلوگیری از دزدیده شدن آثار هنری توسط این مدل های بزرگ. ولی خب قطعا اونها راهش رو پیدا خواهند کرد که چجوری این رو هم دور بزنن به احتمال زیاد، ولی خب شاید هم به تدریج قوانینی گذاشته بشه که فقط از عکس‌های استفاده کنن که اجازش رو دارن. خبر دیگه راجب چند تا خبر راجب گوگله که اولیش راجب گوگل مپسه که گوگل اومده چیکار کرده؟ اومده گفته که من میخوام گوگل مپس رو یه کاری کنم که یه مقدار هوشمندتر بشه، یه مقدار قابل چت تر باشه، بتونید گفتگو کنید باهاش. چون گوگل مپ الان اینجوریه که شما یا باید یه آدرسی رو دقیقا بدونید توش سرچ کنید یا یک اسم مثلا رستوران رو اسمش رو دقیقا بزنید سرچ کنید یا بگید که رستوران های مثلا دور و بر من این رستوران های فلان جا رو نشون بده، اما الان این قابلیت رو اضافه میخواد بکنه که شما مثلا میخواید یه چیز مشخصی یه خصوصیتی رو سرچ کنید، مثلا بگید رستوران هایی که مثلا موزیک زنده توش پخش میشه رو به من نشون بده و همینجوری به صورت جمله میتونید گفتاری بنویسید خیلی خودمونی و اون هوش مصنوعیش تشخیص میده و اونا رو براتون پیدا میکنه. این حالتش یه مقدار راحت تر میکنه برای چت کردن و پیدا کردن اون
مکانی که مد نظرتونه، یا مثلا فقط نزنید که مکانهای تاریخی این شهر رو به من نشون بده، میتونید بزنید اون مکان تاریخی که مربوط به مثلا قرون وسطا بود و به من نشون بده و این براتون پیدا میکنه و میاره. و یه سری فیچرهای دیگه هم که قبلا بهشون اشاره کردم و میخواد تو گوگل مپ پیاده سازی کنه، البته توی بعضی شهرهای آمریکا الان پیاده سازی کرده، این ایمرسیو ویوه که شما اون مسیری که میخواید رو با این دید هم میتونید کاملا از بالا و به صورت سه بعدی ببینید که ببینید این مسیری که میخواید برید از کجاها رد میشه، به چیا دید داره و این همچین چیزایی. حتی به صورت لایو اگه اون لحظه داره بارون میباره تو این تصویر بارون رو نشون میده و خب این چیزایی که آپدیت هایی که گوگل توی گوگل مپس میخواد بده. یک خبر دیگه هم از گوگل این که راجب عکس های فیکه، چون الان همونطور که گفتم و میدونید توانایی هوش مصنوعی، مدل های هوش مصنوعی برای تولید تصاویر خیلی واقعی خیلی قدرتمند شدن، یعنی در واقع و خیلی تصاویر واقعی ایجاد میکنن که قابل تشخیص نیستن که آیا این واقعیه یا فیکه. حالا گوگل اومده توی سرچ تصاویرش یک قابلیتی ارائه داده که شما وقتی یک عکسی رو روش کلیک میکنید یک about this image داره، یعنی درباره این عکس یک دکمه داره، میتونید اونو کلیک کنید و اینجا یه تاریخچه‌ای در مورد اون عکس براتون میاره. تاریخچه یعنی این که نشون میده این عکس اولین بار کی رو اینترنت آپلود شده، اولین بار تو کدوم سایت آپلود شده، بعد تو چه سایت های دیگه آپلود شده و به صورت خلاصه تو هر سایت در مورد این عکس چی گفته شده و این یه مقدار کمک میکنه که شما صحت و سقم این عکس رو از روی این اطلاعات متوجه بشید. چون اگه یک عکسی باشه که فیک باشه قطعا یه سری منابع میان که اعلام میکنن که این عکس واقعی نیست، مثلا اون عکس ترامپ که در حال دستگیر شدن بود حتما دیدید، خب اینجور عکس هایی اگه واقعا پخش بشه خیلی ها اولین بار که میبینن واقعا ممکنه باور کنن، اما اگه دنبالش بگردن که ببینن واقعا صحت داره این عکس، این یکی از ابزارهایی که میتونه کمک کنه این موضوع رو متوجه بشن. یکی دیگه از ابزارها یا قابلیتهایی که گوگل ارائه داده به اسم پروداکت استودیو هستش. البته این قابلیت رو اول آمازون ارائه داد، بذارید چون اول آمازون ارائه داده روی اون توضیح بدم. آمازون خب همونطور که میدونید یکی از بزرگترین فروشگاه های اینترنتی آنلاین در دنیا، مثل دیجیکالا در ایران، و آمازون اومده این امکان و قابلیت رو برای فروشنده ها ارائه داده که بتونن عکس محصولشون رو تکی بگیرن و بعد توی بکگراند های مختلف توی این ابزار آمازون بزنن. آمازون خودش بکگراند های مختلف برای اون محصول میذاره و به فروشنده ها کمک میکنه که ابزارشون جذابتر و جالبتر دیده بشه و اون شخص میتونه فقط یک عکس از اون محصولش داشته باشه و یک پرامپت بنویسه که مثلا من میخوام توی ساحل باشه و دریا باشه و آمازون اون بک‌گراند ها رو براش ایجاد میکنه. و خب این گوگل هم اومده توی یک ابزاری به نام پروداکت استودیو این رو ارائه داده که خیلی میتونه برای فروشنده ها کاربردی باشه. خب بریم دوباره سر وقت چند تا خبر هنری. میدجرنی رو که حتما میشناسید. متا هم یک مدل تولید عکس داره به نام ایمو که اونم خیلی با عکس هایی که ازش دیدیم خیلی کیفیت خوبی تولید میکنه. این مقاله اومده عکس های ایمو رو با میدجرنی مقایسه کرده، مثلا سمت چپی رو میدجرنی درست کرده، سمت راستی رو ایمو، و خب میبینیم که واقعا کیفیت های خیلی قابل قبولی داره. همچنان میدجرنی به نظر من یه سر و گردن از همشون بالاتره، ولی ایمو هم میبینیم که خیلی کارش خوبه. البته ایمو اونجوری نیست که بتونیم توی ابزاری ازش استفاده کنیم، اما چون مال متاه و یه سری ابزارها مثل واتساپ و فیسبوک و اینا هم مال متاه، کم کم داره متا این قابلیت رو توی مثلا چت واتساپ به خصوص حالا شروعش از کشور آمریکاست ارائه میده که مثلا تو چت واتساپ شما میتونید همون لحظه یک عکس تولید کنید، به جای اینکه حالا بگردید استیکرش رو پیدا کنید، همون لحظه با متن می‌نویسید یک عکسی تولید میکنید اونو میفرستید، یا همون تو چت فیسبوک هم همینطور. و خب
این استفادهش به نظر من خیلی راحت تر و جالب تر میکنه. و علاوه بر اون اومده یک قابلیتیش رو هم نشون داده که شما میتونید یک مورد خاصی تو عکس رو عوض کنید. مثلا اینو ببینید، یک گلاس توش آب پرتقاله و شما میتونید بگید نوشیدنی داخل این رو عوض کن، مثلا اپرول بریز و این فقط همه چی عکس ثابته، فقط نوشیدنی داخل این رو عوض میکنه. یا بگید بک‌گراندش رو عوض کن، مثلا یک استخری باشه، کناری استخری باشه، این کار رو میکنه. یا بگید اصلا جنس گلاس رو عوض کن، شیشه ای نباشه، فلزی باشه. و این جور کارها رو هم متا میگه که الان قابل انجام رو عکس ها و اینجوری نمونه های خیلی زیادی داره. من لینک همه این وبسایت ها رو میذارم، خودتون بیاید یکی یکی نمونه هاش رو ببینید، خیلی جالبن. و تو حوزه ویدیو هم وارد شده و تبدیل، یعنی تولید ویدیو از روی متن، که نمونه کارهاش رو اینجا گذاشته، به نظر خیلی خوب و جالب میان. ولی این حالا یه حالت فعلا اعلامشه، خیلی قابل استفاده نیست. فقط توی سایتش یه سری دموهای خاصی رو میتونید امتحان کنید، مثلا یک این سگیه که داره زیر آب گیتار میزنه و خب فعلا در همین حد قابل استفاده است. اما اگه به تولید ویدیو با استفاده از حالا تبدیل متن به ویدیو علاقه داری، توی پارت قبلی چند تا ابزار رو معرفی کردم که تو دیسکورد میتونید ازشون استفاده کنید، حتما اون قسمت قبلی رو ببینید. خب الان من در مورد، شاید شنیده باشید که ایلان ماسک هم یک مدل گفتاری یا چتبات به نام گراک معرفی کرده، ولی قبلش بخواستم بگم که خبرها خیلی زیاده راجع به مدل‌های گفتاری. حالا من به لارج لنگویج مدل‌ها یا LLM ها که نمونه بارزش همین چت جی پی تی، مدل‌های گفتاری میگم، مدل‌های گفتاری هوش مصنوعی. مثلا مقاله‌های زیادی هست که حالا مثلا شرکت اینفکشن ای آی اومده یک مدل گفتاری گفته ساخته که در حد جی پی تی 4 عمل میکنه و اومده یه سری مقایسه ها کرده و نشون داده که چقدر قوی عمل میکنه. یا مدل کلاود 2 که مال شرکت انتروپیکس هست، انتروپیکس رو دو نفر از کسایی که همون اوایل از اوپن ای آی جدا شدن بنیانگذاری کردن شرکت انتروپیکس رو و اومدن مدل گفتاری خودشون به نام کلاود رو ساختن که اونم واقعا توی یه سری موارد خیلی خوب عمل میکنه. اگه برید تو سایتش میتونید امتحان کنید و باشد کنید. بیشتر توی خلاصه کردن متن خیلی کمک میکنه، چون که اون محدودیتی که برای اینکه اون متنتون چقدر طولانی باشه، محدودیتش خیلی بیشتر از مال چت جی پی تیه. ولی از نظر دقت و اینا چت جی پی تی توی یه سری موارد بهتره، مال بارد توی سری موارد بهتره، این توی سری موارد بهتره، خیلی مقایسه آنچنانی نمیشه کرد. به خصوص این شخص اومده در مورد کلود 2 ممیز 1 گفته که اولا توکنهاش تا 200K افزایش پیدا کرده، 200,000 توکن میتونه قبول کنه، یعنی تقریبا میشه 150,000 کلمه که خیلی زیاده، یعنی شما یک کتاب چند صد صفحه‌ای رو میتونید بهش بدید و از توش سوال بپرسید. اما نکته خیلی جالبش اینه که این شخص اومده تست کرده، مثلا گفته که وقتی شما یه کتاب چند صد صفحه‌ای رو بهش میدید، مثلا اینجا نوشته تقریبا 470 صفحه، مواردی که اولای کتابه و آخرای کتابه راجب اونا دقیق تر جواب میده تا مطالبی که وسط های متنه. این یعنی خیلی تأثیر داره که وقتی متن درازه عمل کردش تو همه جای متن یکی نیست و خیلی باید حواسمون باشه که خودمون دوباره چک کنیم درستی اون مطلبی که از اینجور مدل ها میگیریم. مایکروسافت هم اومده مدل خودش رو داده به نام اورکا 2. نکته مهم این مدل اینه که ببین، الان مدل های گفتاری که الان وجود داره خیلی قوی هستن، مثل چت جی پی تی، لاما 2، اینها اومدن خب روی یک دریایی از اطلاعات اولا ترین شدن و برای اینکه روی یک دریایی از اطلاعات ترین بشن باید پارامترهای خیلی زیادی داشته باشه اون مدل. در نتیجه حجم این مدل ها خیلی زیاده و روی هر سیستمی قابل ران شدن نیست. این اورکادو اومده گفته که به جای اینکه یک مدل خیلی بزرگ داشته باشیم، دو تا مدل کوچکتر رو ترین کرده که جمع این دو تا مدل از اون مدل های دیگه کوچکتره، ولی عمل کردش
هم اندازه یا حتی بهتر از اون مدل است و خب اومده با یه سری نمودارها هم این مقایسه رو نشون داده، مثلا با یک مدل لاما دو که 70 میلیارد پارامتر داره مقایسه کرده، اورکادویی که 7 میلیارد پارامتر داره بهتر از مدل لاما دویی که 70 میلیارد پارامتر داره. یعنی هم مدل ها هی دارن قوی تر میشن، هم کوچیکتر و سبکتر میشن و این استفادهشون رو پلتفرم های مختلف استفاده های مختلف داره راحت تر میکنه. خب همینطور که میبینید حالا این همه شرکت ها همه دارن اینجوری مدل های خودشون رو ارائه میدن، ایلان ماسک هم اعلام کرده مدل گفتاری خودش به نام گراک رو اعلام کرده که مشخصا روی پلتفرم ایکس یا توییتر قبلی ارائه خواهد داد و فقط هم فعلا برای یوزرها یا کاربرهای پریمیوم، یعنی شما ماهانه مبلغی میدید کاربر پریمیوم میشید و ظاهرا حتی برای اون کسایی که پریمیوم ثبت نام کردن هم برای همشون هنوز در دسترس نیست و هنوز کم کم داره به تعداد کمی ارائه میشه. برای همین خیلی حالا اطلاعات زیادی در دسترس نیست یا دسترسی خاصی نداریم که بتونیم تستش کنیم ببینیم عمل کردش چجوریه. اما چیزی که توی منابع دیدم اینه که یه حالت مکالمش یه حالت زیرکانه ای داره، یه جوابای زیرکانه ای میده، یه مقدار حس شوخ طبعی توش داره و تو ویدیوهای قبلی گفتم که ایلان ماسک نهایتاً میخواد با یک سری مدل های هوش مصنوعی که داره بره به سمتی که، البته این چیزی بود که اعلام کرده بود میخواد داشته باشه که بتونه یه سری سوال های عمیق جهان هستی رو جواب بده، ولی خب ما نمیدونیم که چقدر این عملیه، چقدر نزدیک بهش، یا حتی شرکت های دیگه مثل اوپن ای آی شاید زودتر از اون به این برسن. چون که یک شایعاتی هست حول این که اوپن ای آی یک مدلی رو بهش دست پیدا کرده به نام کیو ستار یا کیو ستاره که ظاهرن میتونه یه سری مسائل ریاضی رو حل کنه و این یعنی الان یه لول قوی تر از مدل های گفتاری حال حاضره و یک قدم خیلی بزرگ نزدیکتر شده به AGI یا هوش مصنوعی عمومی، ولی خب خیلی هنوز تایید نکردن خود سم آلتمن و اوپن ای آی، ولی تکذیب هم نکردنش و اهمیت این کجاست؟ اینه که شاید یه مسائل ساده ریاضی رو فعلا میتونه حل کنه، ولی خود این خیلی بزرگه. ببین مدل های گفتاری الان مثل چت جی پی تی، لاما دو یا اینا توی گفتار خیلی خوبن، ولی توی منطق و مسائل ریاضی و اینا اگه امتحانشون کرده باشید میبینید که ضعیفن. حتی اگه شما بهش بگید 2 به علاوه 2 چند میشه، این بهتون میگه 4، یه چیزی مثل چت جی پی تی، اما تنها از این بابت میدونه 4، چون قبلا تو منابع دیگه دیده بعد از 2 به علاوه 2 همیشه 4 میاد. خب منطق پشتشو نمیدونه، اینجوری حالت توتیواریه. اما یک مدلی مثل کیو ستار خیلی انقلاب مهمیه تو این زمینه، چون کم کم نشون میده داره منطق پشت قضیه رو میفهمه و میفهمه که چرا 2 به علاوه 2 4 شده و وقتی یک مسائل ریاضی بهش داده میشه که قبلا ندیده میتونه اونا رو حل کنه. من خیلی دوست دارم یه ویدیوی جدا راجع به این مسئله بسازم، راجع به اینکه هوش واقعا تو هوش مصنوعی معنیش چیه و هوش مصنوعی عمومی منظورش چیه و دوست دارم تو 1-2 هفته آینده حتما این ویدیو رو بسازم. اما فعلا این کیوستار اوپن ای آی به گوشتون بخوره که ببینیم خبر بیشتری در موردش میشنویم یا نه، ولی یه چیزیه که همه خیلی مشتاقن بدونن که چیه و قضیهش چیه و چقدر توانایی داره. حالا این مدل گراک رو ایلان ماسک اعلام کرده که برگردیم به گراک ایلان ماسک. یه لحظه خیلی هیجان زده شدم برای مدل کیوس داره اوپن ای آی، ولی تو همون موضوع مدل گفتاری ایلان ماسک گفته که توی ماشین های تسلا هم میخواد پیاده سازیش کنه و احتمالا یک ورژن سبکترش رو که حالا پردازنده های ماشین بتونن از پسش بر بیان یا ران کنن و میتونید مثل گفتاری با سیستم صحبت کنید و خیلی هوشمند جوابتون رو بده یا کارهایی که میخواید رو انجام بده. یک خبر خیلی هیجان انگیز دیگه، اینم خیلی جالبه به نظرم، بعد این در مورد فیچرهای هوش مصنوعی جدید یوتیوب میخوام صحبت کنم، اما بذارید اول اینو بگم. ببینید این
یک دستگاهیه به نام AI پین مال شرکت هیومین. قبلا توی یکی از ویدیوهام در مورد این صحبت کرده بودم، یه تد تاک یکی از بنیانگذارای این شرکت هیومین رو نشون داده بودم که داشت این دستگاه رو نشون میداد، ولی الان این دستگاه وارد بازار شده با قیمت 699 دلار. ولی بیاید قابلیت‌هاش رو ببینیم، خیلی جالبه این دستگاه. حالا قبلا به صورت خلاصه گفتم، اما الان یک کوتاه نشون بدیم، حالا که خیلی واقعی شده و وارد بازار شده، بیایید با یک دید دیگه ببینیم. ببینید یک دستگاه کوچیک اینجوریه که میتونید به لباستون وصل کنید، به صورت آهن ربایی وصل میشه و این دستگاه یک دوربین داره، یک اسپیکر داره رو خودش، میکروفون داره و شما میتونید باهاش صحبت کنید، میتونید به صورت صوتی ازش سوال بپرسید، بهش دستور بدید که فلان موزیک رو پلی کن، به فلان کس زنگ بزن، سوال بپرسید، مثلا حالا هر سوالی، فلان کتاب نویسندش کیه مثلا، یا هر سوال دیگه ای از مثلا چت جی پی تی میپرسید یا سرچ میکنید. صفحه نمایش این دیگه مثل صفحه نمایش گوشی نیست، اینجوری رو دستتون یک نوری میندازه و به این صورت اطلاعات رو بهتون نمایش میده، حالا چه موزیکی دارید پلی میکنید، یا اینکه چه شخصی بهتون زنگ زده، یا اینکه دما چیه، و اینکه با یه سری ژست های دستتون شما میتونید کنترل کنید، یعنی علاوه بر صداتون با ژست های دست میتونید کنترل کنید که چه کاری انجام بده. حالا همونطور که گفتم، نه تنها میتونید یه سری دستورات بهش بدید و یک سری اطلاعات ازش بپرسید، مثلا یه سری قابلیت هایی که داره، شما توی جلسه ای نشستید و حالا این برای انگلیسی خیلی کاربرد داره و این مکالمات تو اون جلسه رو، البته این چیزی بود که تو تد تاک گفت، نمیدونم هنوز توی این ورژنش گذاشتن، چون این یک مقدار نقض، نمیدونم حریم شخصی یا قانونش اجازه میده که شما صحبت های همه رو ضبط کنید، ولی بعد میتینگ میتونید بپرسید خلاصه میتینگ چی بود یا فلانی اون لحظه چی گفت. این یک چیزیه که این قابلیت رو تو تد تاک معرفی کرده بود که داره، ولی قابلیت های الان مشخصا گفتن یکی از جالب هاش اینه که شما میتونید با یک شخصی مثلا انگلیسی صحبت کنید، اگه اون شخص انگلیسی بلد نیست، این دستگاه صحبت شما رو میشنوه، خودش ترجمه میکنه، یا اگه اون شخص حالا ایتالیایی یا اسپانیایی حرف میزنه، این اتوماتیک حرف اون رو برای شما ترجمه میکنه. ببینید estamos casi listos para enviar la versión final. مثلا این شخص به اسپانیایی یا ایتالیایی یه چیزی گفت. Great. I can't wait. Thanks so much. و خب این دستگاه هم حرفای اون شخص رو ترجمه کرد، هم حرفای خود شخص رو برای اون. و دوربینش هم علاوه بر این که قابلیت فیلم برداری داره، عکس برداری، عکس بگیرید، فیلم بگیرید از همه جا، یه قابلیتش هم اینه که شما مثلا یک شیء رو میتونید نشونش بدید، مثلا یک کتاب رو جلوی دوربینش بگیرید و ازش بپرسید که این کتاب مثلا چنده آنلاین بخوام بخرم، و این میره سرچ میکنه، نه تنها صدای شما رو میشنوه، من میفهمه و میره سرچ میکنه، سوالتون رو جواب میده. و یه نکته ای که جالبه اینه که اینا یه کاری کردن که هر وقت دوربینش رو روشنه، حتما این نورش هم روشن باشه، به خاطر مسائل امنیتی که یا حفظ حریم اشخاص، که خب آدمای اطراف بفهمن که این دوربین الان داره فیلم ضبط میکنه و شما بدونید که داره ضبط میکنه. در نهایت به نظر من خیلی دستگاه جالبی، یه سری اکسسوریام داره که قطعا میشه خرید، حالا قابش یا مثلا هنس فری های بلوتوسی مخصوصش، شارژرش، پایش، قابش، اینا همش خیلی جالبه. و ایده کلیش اینه که دیگه گوشی همیشه انگار یک جسم خارجی که شما دستتون میگیرید یا همیشه به صفحش دل میزنید، این دستگاهیه که انگار جزوی از بدن شما شده، جزوی از شما شده و خیلی بیشتر استفاده ازش انگار راحت تره، خیلی بیشتر جزئی از شماست. و مثلا شما یه چیزی رو میخواید حالا ببینید یا مسیجی رو چک کنید یا تماسی بگیرید، دیگه لازم نیست گوشیتون رو در بیارید و اون رو استفاده کنید. برای خود من خیلی دستگاه جالبیه، به خصوص که من خودم
خیلی از گوشی فراریم و خیلی دوست ندارم همیشه گوشی دستم باشه. این به نظرم خیلی ابزار جالبیه و فعلا قیمتش 699 دلاره، ولی خب دقیقا هم اندازه یک گوشی قیمتش. یه خبر کوچیک در مورد مایکروسافت، این که مایکروسافت تصمیم داره روی برند یا اسم کوپایلت خیلی بیشتر تمرکز کنه و حتی بینگ چت رو خواد دیگه اسمش رو به کوپایلت تغییر بده و همه چی رو بیاره زیر چتر کوپایلت. کوپایلت اینجوریه که شما یک محیطی دارید توی ویندوز و میتونید اونجا هم به صورت چتبات ازش استفاده کنید، هم برای سوالای کدینگتون ازش برنامه نویسی ازش استفاده کنید، هم تصویر باهاش ایجاد کنید. یک قابلیت خیلی مهمش اینه که شما وقتی کوپایلت رو سیستمتونه، روی ویندوزتونه، این دسترسی داره به همه فایلایی که به هر حال شما توی سیستمتون دارید و مثلا فایل ورد دارین، اکسل دارید، داکیومنت دارید، پی دی اف دارید و این میتونه همه اونا رو جمع کنه و وقتی شما یک سوالی دارید در مورد همون اطلاعات خودتون میتونید با چت ازش بپرسید. یعنی بگید که مثلا یادتون هست حالا یه مقاله سیو کردید یا یک فایلی یه جایی نوشتید، در مورد اون ازش سوال بپرسید یا اصلا بگید این فایل کجاست. از این بابت ها خیلی معروف مهمه کوپایلت. اما اینجا نکته مهم اینه که بینگ چت رو هم میخواد به کوپایلت تغییر نام بده. خب نهایتا بریم سراغ فیچرهای یوتیوب، که فیچرهای هوش مصنوعی یوتیوب که ارائه داده. یکی از این فیچرها قابلیت چت با ویدیو، یعنی شما وقتی یک ویدیوی یوتیوب دارید میبینید میتونید از این دکمه ای که نوشته روش ask یا بپرس اینو بزنید و یه چت باز میشه و شما میتونید در مورد این ویدیو سوال بپرسید یا بهش بگید که این ویدیو رو برام خلاصه کن، یا اینکه آیا تو این ویدیو در مورد فلان مبحث صحبت شده یا نه، اینجور سوال ازش بپرسید. و حالا باید دید که سیاست های یوتیوب در مورد کسایی که تولید محتوا میکنن چی خواهد بود، چون شاید یه ویدیوهایی که قبلا شخص تا آخر میدید الان با پرسیدن چند جمله دیگه اون ویدیو رو نبینه. ولی باید ببینیم که چطور این فیچر قراره واقعا عمل کنه. و یک فیچر دیگه‌ش هم اینه که میتونید ازش بخواید که کامنت ها رو براتون خلاصه کنه و خلاصه کامنت های زیر یه ویدیو رو بهتون بگه. حالا این میتونه از این بابت مثلا مفید باشه که شما حالا مثلا یک ویدیوی خیلی جنجال برانگیز و بحث برانگیز رو میبینید و میخواید ببینید که نظر بقیه آدما در مورد این ویدیو چی بوده و شاید مثلا 1000 تا 2000 تا کامنت داشته باشه، شما میتونید بهش بگید که حالا خلاصه این کامنت ها رو به من بگو، مثلا نظر اکثریت مردم چی بوده و همچین چیزی. حالا این دوتا قابلیت فعلا فقط برای کاربرهای پریمیوم فعال شدن، پریمیوم یوتیوب، که هزینه پریمیوم داشتنم فکر میکنم 12 الی 15-16 یورو در ماه. اما یکی از این فیچرها فقط روی گوشی های اندروید قابل استفاده است و یکی دیگرش روی اندروید و آی او اس، یعنی اینجوری نیست که روی لپتاپ و اینا هم قابل استفاده باشه. یه خبر دیگه یوتیوب هم این که در مورد تبلیغات گذاشتنشه. تا الان تبلیغات توی یوتیوب اینجوریه که وقتی یکی میخواد توی یوتیوب تبلیغات بده میتونه مشخص کنه که من میخوام توی کانال هایی که مثلا با محتوای تکنولوژی هستن تبلیغ بدم، یا کانال هایی که راجع برنامه نویسی هستن تبلیغ بدم، یا اصلا یه چند تا کانال خاص و مشخص کنه بگه من توی این کانال ها میخوام تبلیغات بدم. یوتیوب اومده اینو یه مقدار حرفه‌ای و پیشرفته تر کرده با AI و با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعیش میاد داخل ویدیوها تشخیص میده که مثلا یه قسمت خاصی از ویدیو وقتی راجع به یه چیز خاصی صحبت میشه میاد همون تبلیغات های مربوط به اون موضوع رو اونجا میذاره. خب یعنی خیلی هوشمندتر میکنه تبلیغات گذاشتن ها رو. مثلا اگه یه ولاگ معمولی طبیعت یک کسی گذاشته و توی قسمت خاصش میاد حالا در مورد بیمه ماشین صحبت میکنه، یوتیوب اینو میفهمه و میاد تبلیغات های بیمه ماشین رو دقیقا اونجا میذاره. حالا این ایدهشه و اینکه میخواد اینو پیاده سازی کنه که تبلیغاش هوشمندتر بشه. خبر آخرم راجع به پیش بینی آب و هوا توسط هوش مصنوعی، یک مدل هوش مصنوعی به نام گراف کست توسط دیپ مایند مال گوگل ساخته شده که میاد آب و هوا رو تا 10 روز آینده به صورت خیلی دقیق تشخیص میده و ظاهرا دقتش بی سابقه است.
و اینجوری عمل میکنه که خب این روی دیتابیس خیلی گسترده ای آموزش دیده و ترین شده، ولی عملکردش اینجوریه که وقتی آب و هوای امروز همین الان و 6 ساعت پیش رو بدونه، میتونه آب و هوای 6 ساعت آینده رو پیش بینی کنه با حالا یه سری اطلاعات دیگه ای که داره، و وقتی مال الان و 6 ساعت آینده رو بهش بدید، خب مال 12 ساعت آینده رو پیش بینی میکنه، اونجوری 6 ساعت میره جلو و تا 10 روز دقتش خیلی خوبه. و اینم کدش رو به صورت اوپن سورس قرار دادن، کسایی که به این حوزه علاقه دارن حتما میتونید برید ببینید. و بازم خواستم یادآوری کنم که من لینک همه مقالات و ویدیوها و مطالبی که گفتم رو توی دیسکریپشن میذارم، حتما میتونید ببینید. و خیلی ممنون از همراهیتون، امیدوارم براتون جالب بوده باشه. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.